سلام دوستان، شما بیننده و یا شنونده قسمت راننده تاکسی انتقامجو هستید. در نظر داشته باشید که این قسمت مناسب افراد زیر 16 سال نیست و همچنین برای اشخاصی که ناراحتی قلبی یا اعصاب دارن. خواهش میکنیم که ازمون با سابسکرایب و لایک در جهت پیشرفت و رشد کانال حمایت کنید. با سپاس. دیمیتریس ووکرینوس یه راننده تاکسی اهل یونان آتن. اون قد کوتاهی داره و به خاطر همینم هم خیلی ها مسخرش میکردن. اما اون دیگه از تحقیر و مسخره شدن خسته شده بود. تا یه حدی که دیگه سیم آخر زده بود و اونایی که اونو مسخره یا تحقیر میکردن و تعقیب میکرد با این هدف که بکشتشون. در این قسمت در مورد یه راننده تاکسی سخت‌کوش یونانی حرف میزنیم که با آتش انتقام به یه قاتل سریالی تبدیل شد. بسیاری از این قربانیای قلدری رویای انتقام گرفتن از اونایی که اذیتشون میکنن و تو ذهن خودشون تصور میکنن. تو تصور اونا اینجور آدما به اون چیزی که استحقاقشو دارن میرسن. اما این فقط تو موارد خیلی نادری رخ میده. ولی این راننده تاکسی دیمیتریس ووکرینوس سر هر چیز کوچیکی مقابلشون وای میستاده و میجنگیده. اون از دید خودش میخواست همیشه مطمئن بشه که عدالت اجرا شده. یونان بین سال 1950 تا سال 1960 درگیر مبارزه با پیامدهای جنگ داخلی 3 ساله خودش بوده. هنوز اثرات جنگ جهانی دوم تو یونان بود که با شروع شدن این جنگ داخلی هم اقتصاد کشور رو به کلی نابود کرده بود. ملت هم به 2 قسمت تبدیل شده بودن. فقر و بی‌اعتمادی زندگی روزمره رو شکل داده بود. اگرچه دولت تلاش میکرد کشور رو مدرن کنه، اما پیشرفت ها تو کل کشور به صورت خیلی نامساعد و نابرابر توضیح میشد. تو سال 1976 افسرهای ارتش یک کودتای نظامی انجام دادن و یونانی ها رو تحت سلطه خودشون درآوردن. تو همین دوران بود که دیمیتریس ووکرینوس به عنوان بچه 4 روم توی خانواده کشاورز به دنیا میاد. وضع مالیشون هم خوب نبود. پدرش درآمد زیادی نداشت. شکمای زیادی هم تو این خونه میباید سیر میشدند. دیمیتریس ووکرینوس خیلی رشد درستابی نداشت. احتمالاً برمیگرده به کمبود پروتئین تو دوران بلوغش. از بسیاری جهات زندگی برای خانواده دیمیتریس ووکرینوس سخت میگذشت. با اینکه مادرش تماماً عشقشو به بچه‌هاش میداد، ولی نمیتونست بچه‌هاشو از دست پدر الکلیشون نجات بده. دیگه دیمیتریس از کتک‌های پدرش جونش به لبش رسیده بوده و با 13 سالگی از خونه میزنه بیرون و میره به آتن 2 میلیونی که خیلی نمیتونسته شهر امنی برای یه بچه 13 ساله باشه. ولی بالاخره توی یه رستورانی یه کاری رو پیدا میکنه و مشغول ظرف شستن میشه. در منطقه‌ای به نام الفسینا توی یه یتیمخونه‌ای هم مستقر میشه. گرچه اون یتیمخونه هم خیلی فرق میکرد با خونه قدیمیش. ولی با تمام این شرایط موفق میشه که یه دوره آموزشی ببینه و مدرک جوشکاری خودشو بگیره. بعدش هم توی یه شرکت کشتی سازی مشغول به کار میشه. اون موقع حدوداً 18 سالش بود. متاسفانه حتی تو همون شرکت کشتی سازی هم نتونست برای خودش دوستای سالمی پیدا کنه. همونجا هم به یه گروه خلافکار ملحق میشه. دیمیتریس هنوز با 25 سال سن 1.63 متر قدش بوده و حدوداً 50 کیلو وزنش. یکی از دوستای جدیدش به نام پانایوتیس گاگلیاس که تازه از زندان آزاد شده بود تصمیم میگیره همون جایی که دیمیتریس هست اسباب کشی کنه و اونجا زندگی کنه. یه شب بعد از اینکه توی شهر کلی عشق و حال کردن، آخر شب با همدیگه یه هوی جر و بحث میکنن. موضوع هم سر این بوده که دیمیتریس به دوستش پانایوتیس تهمت میزنه که تفنگ شاتگانشو دزدیده. دوستش هم در جواب بهش میگه که برو بگیر بخواب، وگرنه خودم کاری میکنم که خوابت بگیره. این جمله بدجوری میره رو اعصاب دیمیتریس. آخرای شب وقتی که مطمئن میشه که دوستش خوابه، پا میشه یواشکی میره تو خیابون و یه تیکه آهن پیدا میکنه. بعدش برمیگرده تو خونه و میره سراغ دوستش و با همون تیکه آهن میکوبه تو سر دوستش. انقدر میزنه تو سرش که تا مطمئن بشه دوستش مرده. بعدش هم جسد دوستشو میکنه توی یه گونی پلاستیکی سیب زمینی و خیلی راحت و بدون هیچ استرسی جسدشو میندازه تو صندوق عقب ماشین قدیمیش.
جنازه رو برمی داره میبره حدودا 20 کیلومتر از آتن اونورتر کنار یه اتوبانی دفن میکنه. حدودا یه هفته بعد یه کشاورزی جسد دوستش رو پیدا میکنه و زنگ میزنه به پلیس و خبر میده. ولی ظاهرا پرونده قتل یک مجرم توی اولویت نبوده برای پلیسا. به خاطر همینم بدون اینکه حتی بخوان بررسی و تحقیقات دیگه ای در مورد این پرونده کنن، این پرونده رو میبندن. دیمیتریس فوق‌العاده از پدرش متنفر بوده، ولی مادر و خواهرش رو خیلی دوست داشت و هنوز باهاشون در ارتباط بوده و در قبالشون احساس مسئولیت میکرده. اونا هنوز تو همون ده زندگی میکردن و بعد این همه سال هم هنوز دیمیتریس براشون پول میفرستاده. اون حتی برای خواهر کوچیکترش هم که الان 5 تا بچه هم داره پول میفرستاده. سال 1990 دیمیتریس 28 ساله با یه خانومی آشنا میشه و بعد یه مدتی هم تصمیم میگیرن که ازدواج کنن. برای اینکه بتونه خرج ازدواجشو بده، تصمیم میگیره که از سر کارش جوشکاری بیاد بیرون و یه ماشین بگیره و سر ماشین به عنوان راننده تاکسی مشغول به کار شه. ولی این زندگی مشترکشون هم زیاد دوام نیاورد. بعد حدوداً 14 ماه از هم جدا میشن. هیچ وقت اجازه نمیداد که خانوادهش یعنی مادرش و خواهرش توی سختی زندگی کنن. میرفت دو شیفته کار میکرد، حتی یه کار دومم پیدا کرده بود به عنوان گارسون توی رستوران و بعضی اوقات هم میرفت سر ساختمون به عنوان کارگر روزمزد کار میکرد. با اینکه از پدرش خیلی بدش میومد، ولی دیگه بعد این همه سال دیگه یه حالتی مثل صلح پیش اومده بود. به خاطر همینم هر از چنگوداری برمیگشت خونش پیش خانوادش و بهشون سر میزد. همیشه هم تو جیبش پر پول بود. تنفر از خودش و حتی برای چند لحظه هم که شده از یاد میبرد وقتی که پیش خانوادش بود و میتونست با رسیدن به اونا از نظر مالی حالشون رو خوب کنه. اما احساس بیکفایتیش هرگز کاملا از بین نرفت و این میل به انتقام گرفتن از تمام تحقیرهایی که تو زندگیش متحملش میشد و تو ذهنش بیشتر اوج میداد. یه شبی در ماه مارس 1993 پیاده به سمت خونه در حال قدم زدن بود. از روبروش هم یه سری پسرای نوجوان داشتن می اومدن. اونا به صورت تمسخرآمیزی در مورد زنها حرف می زدن و در مورد تجاوز به زنها شوخی می کردن. همونجا هم دیمیتریس ازشون خواهش میکنه که اینجوری در مورد زنها حرف نزنن. ولی چند تا از این جوانها بهش فوش میدن و میگن گورت گم کن کتوله عوضی. ولی خب اونا هیچ وقت فکر نمی کردن که این کتوله عوضی یه هفتی با کالیبر 45 تو جیبش داره و به طرف دو نفرشون شلیک میکنن. یکی از اونا برای تمام عمرش از کمر به پایین فلج شد. اون یکی دیگه هم یکی از چشاش از دست داد. حدوداً چند وقت بعد تو همون سال نوامبر سال 1993 یه شب بعد کارش یه خانمی رو سوار میکنه. این خانم لباس کمی هم تنش بوده. اونا بعد یه مدت کوتاهی حسابی با هم گرم میگیرن و بعدش میرن به یه بار. بعد حدوداً چند ساعتی هم میبره این خانم رو به یه منطقه متروکه‌ای و میخواد اونجا باهاش سکس داشته باشه. ولی این دختر جوان به نام آناستازیا که 25 سال هم سن داشت یه مقدار مست بود، ولی اصلاً حال و حوصله سکس رو با اون نداشت. به همین خاطر هم دیمیتریس احساس تحقیر شدن کرد و تو این لحظه از خود بی خود میشه. از ماشینش پیاده میشه، میره طرف صندوق و از صندوقش یه بشکه بنزین ور میداره. دیمیتریس دختره رو از ماشین میکشه بیرون و روش بنزین میپاشه. ولی تو همون لحظه که دختره بهش التماس میکرده و ازش میخواسته که دیمیتریس نکشتش، همونجا روش کبریت میکشه و دختره میسوزه. هنوز میتونسته صدای جیغش رو بشنوه وقتی داشته سوار ماشین میشد و اونجا رو ترک میکرد. حالا دیگه شهوت قتل تو وجودش بیدار شده بود. دیگه براش روشن شده بود که طبق قضاوت خودش میتونه عدالت رو اجرا کنه. حدوداً یک ماه بعد تو ایستگاه تاکسی یکی از این راننده تاکسی‌ها یکی از مسافراشو میقاپه. دیمیتریس احساس کرد اون لحظه که سرش کلاه گذاشتن. تو همون لحظه هم شماره پلاک ماشین همکارشو مینویسه و تصمیم میگیره که تلافی اون کارو سرش در بیاره. بعد 14 روز وقت صرف کردن سر این که بخواد این همکارشو پیدا کنه، بالاخره تونست اول ژانویه سال 1994 پیداش کنه.
اون به عنوان مسافر سوار ماشین همکارش میشه و به سمت شهری به نام لوتراکی میرن. این شهر حدوداً در 85 کیلومتری غرب آتنه. توی راه دیمیتریس از همکارش میخواد یه جا نگه داره که اون بتونه بره دستشویی. بعدش از همکارش میپرسه که آیا تو ماشین یه مقدار آب داره که بتونه دستاشو باش بشوره. همکارش هم میره که از صندوق عقب ماشینش یه مقدار آب بیاره. وقتی که آبو میاره و میخواد بده به دیمیتریس، چشاش میفته به لوله هفتیر کالیبر 45 دیمیتریس. و دیمیتریس هم شبیه فیلمای کلین ایستوودی ازش میپرسه: بگو ببینم، حالا ترسیدی؟ بعدش 4 بار تو صورت اون مرد شلیک میکنه. اون جسد رو میذاره تو ماشین و میره به یه منطقه متروکه و اون ماشین رو با اون جسد رو با هم به آتیش میکشونه. بعدش هم اونجا رو ترک میکنه و پیاده برمیگرده به طرف خونه. خیلی وقتا تو اوقات فراغتش هم سرقت‌های مسلحانه میکرده از فروشگاه. به جای اینکه این پولا رو خودش خرج کنه، همش رو میفرستاده واسه خانواده‌اش. بعد سه قتل دیگه اون آدم خجالتی قبلی نبود. 2 سال بعد توی یه اتفاق دوباره احساس کرد در حق خودش بی‌عدالتی شده که مجبور میشه دوباره دست به هفتیر بکشه. دسامبر سال 1995 عصبانیتش خروشان میشه. موقعی که داشت یه ماشین رو میدزدید، متوجه شد که 2 نفر دارن نگاش میکنن. با اون ماشین میخواست یکی از همسایه‌هاش که جا پارکش رو قاپیده بود پیدا کنه و بکشه. داستان سرقت این ماشین از این قراره که چند وقت پیش این ماشین رو به 2 برادر به نامهای ادونیس برابوروس 20 ساله و برادرش گستاس که حدوداً 1 سال ازش بزرگتر بود فروخته بوده. دیمیتریس ظاهرن از این عصبانی بود که چرا اینقدر ماشین رو بهشون ارزون فروخت. به همین خاطر تصمیم گرفته بود که 21 دسامبر سال 1995 بره به همون جایی که ماشین رو به اونا فروخته بوده، ماشین از اونجا بدزده و با این کارش به اون 2 برادر درس عبرتی بده. همون لحظه که داشته سعی میکرده ماشین رو بدزده، 2 برادر رو میبیننش. همون لحظه دیمیتریس میپره روی موتور دزدی و از اونجا فرار میکنه. اون 2 برادر هم با ماشین میفتن دنبالش. یه مقدار جلوتر میبینن که اون موتور کنار یک پمپ بنزینی پارک شده. دیمیتریس وقتی که موتور رو پارک کرد، هفتیرش رو در میاره و داخل پمپ بنزین میشه. کارمند اونجا وقتی اونو با هفتیر میبینه، دمشو میذاره رو کولش و با سرعت از اونجا فرار میکنه. وقتی که اون 2 برادرها داخل پمپ بنزین میشن، دیمیتریس بیدرنگ طرفشون شلیک میکنه. اول به بدنشون شلیک میکنه، بعدش که میخواد مطمئن بشه که اونا مردن، چندین شلیک توی صورتشون میکنه. انگار که با قتل این 2 برادرها راهی رو پیدا کرده بود که تحقیر شدنشو یا خشمشو بتونه اینجوری خالی کنه. انقدر درگیر این ماجرا شده بود، بالکل هدف اصلیشو یادش رفته بود. میخواست این ماشین رو بگیره که همسایه‌اش که جا پارک ماشینشو ازش قاپیده بود و پیدا کنه و ازش انتقام بگیره. انقدر که نحوه کشتن اون 2 برادر حرفه‌ای بود، پلیس فکر کرد یه قاتل حرفه‌ای پشت این قضیه است. حتما پیش خودتون فکر میکنین چرا بعد 5 قتل و این همه اقدام به قتل هنوز پرونده درست حسابی در مورد دیمیتریس فاکرینوس باز نشده بود. احتمالاً به دلیل کمبود منابع تو نیروی پلیس بوده و با توجه به اینکه آموزش افسرهای پلیس اون موقع خیلی نسبتاً کوتاه و سطحی بود و به خاطر همین هم برای خیلی از این پرونده ها دانش و تجربه کافی رو نداشتن. با تمام این مشکلات، هرج و مرج و خشونت تو یونان خیلی چیز عجیب غریبی نبود. همه اینا در حالی بود که یونان وارد یه مرحله جدیدی از دموکراسی و حتی در سال 1975 وارد اتحادیه اروپا شده بود. یکی از دلایلی که پلیس نمیتونست کاری بکنه این بود که هیچ الگویی رو نمیتونستن توی قتل‌ها پیدا کنن، چون عملاً قتل‌ها هیچ ربطی به هم نداشتن. مقتولین هر از چندگاهی یا مرد بودن یا زن. هیچ تشابهی هم بین مقتولین نبود، چه از نظر اجتماعی یا فردی. به همین خاطر هم پلیس‌ها فکر می‌کردن که احتمالش خیلی کمه که پای یه قاتل سریالی در میون باشه. یه سری از این قربانی‌ها با گلوله به قتل رسیدن و یه سری هم تا حدی که دیگه قابل تشخیص نبودن سوخته شدن. اما به زودی زمان نامرئی بودن اون برای پلیس‌ها به پایان می‌رسه. یه روزی یکی از دوستاش به نام سرافین آیادینس می‌خواست دیمیتریس رو با یه خانومی آشنا کنه. در واقع یه دیتی رو براش ردیف کرد. ولی از اونجایی که این قرار طبق اون چیزی که دیمیتریس توقعش داشت پیش نرفت، دوباره دیمیتریس احساس کرد که تحقیر شده. خشم دوباره در اون شعله‌ور میشه و
حالا نه اینکه حتما احتیاج به یه دوست دختر داشته. در واقع چند ماه پیش دوباره ازدواج کرده بود با یه دختری به نام کولا هاتسی دویانیکیس. ولی میخواست هر جور شده به خاطر این دیتی که دیمیتریس توش احساس تحقیر کرد، دق دلیشو سر دوستش خالی کنه. 30 می 1996 دیمیتریس پا میشه میره خونه همون دوستش و زنگ میزنه. اون با موتورش رفته بود اونجا، یه لباس سیاه هم پوشیده بود. تو جیبش هم تفنگ کالیبر 45ش رو گذاشته بود. از خوششانسی دوستش سرافین اون موقع تو خونه نبود. به جاش پدر سرافین نیکولاس درو باز میکنه. بعد از یه مدت جرابس نیکولاس با دیمیتریس نمیذاره که اون بیا تو خونه. بعدش سریع به پلیس زنگ میزنه. دیمیتریس اون لحظه وحشت کرد و درجا از اونجا فرار کرد. البته خیلی هم دور نشد. رفت اون طرف خیابون توی یه زیرپله‌ای منتظر سرافین مون تا بیاد. ولی از همون جایی که قایم شده بود دیده بود که اون دو تا مأمور پلیس رسیدن دم در خونه. دیمیتریس سری تفنگش رو در میاره و به طرف اون دو تا پلیس شلیک میکنه و هر دوتاشون هم مجروح میکنه قبل اینکه اونا حتی بتونن زنگ بزنن به نیروی پشتیبانی. بعدش هم سریعا از اونجا فرار میکنه. تو حین فرار تفنگش رو گم میکنه. دوست سرافین وقتی که میفهمه چه اتفاقی افتاده درجا میفهمه که کی این کارو کرده. بالاخره آدمای زیادی رو نمیشناخت با مشخصات دیمیتریس با قد 1.63. بعد اینکه تفنگ دیمیتریس رو پیدا کردن و بعد اینکه تحقیقاتی در مورد اون تفنگ انجام دادن تازه فهمیدن که دیمیتریس یه قاتل زنجیره‌ای بوده. در عرض چند هفته و ماه‌های بعد کلی تحقیقات انجام دادن. از 1500 نفر بازجویی کردن. بعد پیدا کردن این تفنگ و تحقیقاتی که در موردش انجام دادن فهمیدن که کلی از این سرقت‌های مسلحانه همش ربط داره به دیمیتریس فاکرینوس. تمام خونه‌ها و مکان‌هایی که ربط داشته به دیمیتریس رو تحت نظر گرفتن. حتی جایی که زن دوم دیمیتریس کار می‌کردم تحت نظر بود. زن دوم دیمیتریس توی باری کار می‌کرده به نام آتناس نیکیاس با. 9 آوریل 1979 یکی از کمیسرا که اون بارو تحت نظر داشت موفق شد دیمیتریس رو دستگیر کنه. دلیل اومدن دیمیتریس به اون بار این بود که میخواست زنش براش مقدار غذا درست کنه. وقتی که دیمیتریس توی بار سر یه میزی نشسته بود، دوتا از این مامورا با لباس شخصی وارد بار میشن و میرن سر میز دیمیتریس میشینن. دیمیتریس که از قبل خودش انگار آماده کرده بوده میگه من همونیم که شما دنبالش هستیم. وقتی که میبرنش به اداره پلیس، همونجا به 5 قتل و 10 سرقت مسلحانه اعتراف میکنه. مخصوصا اون قتلی رو که سال 1987 انجام داد و با جزئیات تعریف کرد. اون قتل در مورد دوست مجرمش پانایوتیس بود که با یه تیک آهن کشتش. جوری در مورد این قتل‌ها حرف میزد که آدم احساس میکرد با افتخار ازشون داره تعریف میکنه. تا این حد که اصلا گفت من احتیاجی به وکیل ندارم. وکیل؟ من چه احتیاجی به وکیل دارم؟ اونا منو برای کارهایی متهم میکنن که خب من انجام دادم. وقتی که پلیس دیمیتریس رو برای یه سری از تحقیقات به محل‌های جرم می‌برد، خیلی از آدمایی که اونو شناخته بودن بهش فحش می‌دادن و بهش می‌گفتن گنوم. گنوم یعنی یه آدم کدوله، کسی که به اندازه کافی روش نکرده. به دیمیتریس فاکرینوس اتهام می‌زنن 5 قتل و 6 اقدام به قتل، نزدیک به 5 سرقت مسلحانه، حمل اسلحه غیرمجاز و دزدی انجام داده. بعد اینکه دوباره اعلام میکنه که نمیخواد وکیل داشته باشه، میفرستنش به یه زندانی به نام کوریدالوس که حد اکثر امنیت رو داره. اون موقعی که منتظر دادگاه و رأیش بود، اصلا پشیمونی در دیمیتریس دیده نمیشد. در مورد قربانی ها فقط احساس تمسخر میکرد. ولی احساساتش در مورد خانوادهش بالکل یه جور دیگه بود. اون حتی نمیتونست از روی خجالت ازدواج دومش رو با خانوادهش در میون بذاره. در این حد حجب و حیا داشت در قبال خانوادهش. دیمیتریس نسبت به خانوادهش خیلی مهربون بود و خیلی ازشون مراقبت میکرد و اونا رو به دیگران ترجیح میداد. اما در این حال یه بخش خشن هم در شخصیتش وجود داشت و این بخش تنها به افرادی که خشمشو برانگیخته بودن نمایان میشد. اینکه دیمیتریس یه روانپریش بود یا فقط قدرت همدردی رو نداشت و به اعمال دیوانوار روی میآورد هرگز تشخیص داده نشد. چون تنها 29 روز بعد از بازداشت دیمیتریس، پرسنل زندان جسدش رو توی سلولش پیدا می‌کنن که با استفاده از بندهای کفش خودش رو حلق‌آویز کرد.
یه مقدار قبل از این اتفاق مسئولای زندان به یه خبرنگار محلی اجازه داده بودن که با دیمیتریس ملاقات کنه و یه اینترویو انجام بده. دیمیتریس تو این اینترویو به خبرنگار گفته بود: وقتی که برای اولین بار یه آدمو می‌کشی، خیلی سخته که بخوای جلوی خودتو بگیری و نخوای دوباره این کارو انجام بدی. احساس کشتن یک انسان بی‌نهایت بی‌توصیف و زیباست. این طرز بیان احتمالاً نشونگر اینه که دیمیتریس از اختلالات ذهنی رنج می‌برده که سبب می‌شده براش سخت باشه که احساس همدردی و ارزش زندگی دیگران رو درک کنه. در ادامه اینترویوش میگه: من با عنوان یه آدم بیگناه به دنیا اومدم و از آخرم به یه حیوان وحشی تبدیل شدم، ولی اینا همش تقصیر اونایی بود که کشتم. مقصر اونان. در مورد اون خانومی که زنده زنده سوزوندتش گفت، اون خانوم توی یه زمان نامناسب و مکان نامناسب بود. خبرنگار از آخر ازش سوال میکنه دلیلت برای کشتن این آدم ها چی بود؟ اون در جواب گفت: انتقام. فقط میخواستم انتقام بگیرم.